فعالیت دولت مردمی 15 سفر استانی برگزار شد، یعنی به طور میانگین هر ماه 3 سفر برگزار شد. ماه اخیر رو به واسطه محدودیت هایی که ستاد کرونا مقرر کرد سفرها متوقف شده بود. فردا سفر 16 هم دوباره برگزار خواهد شد انشالله. رئیس جمهور محترم میهمان مردم عزیزمون در استان گلستان خواهند بود. عرض کنم که خب سفرهای استانی در راستای یکی از نگاه ها و اولویت های دولت در جهت در صحنه بودن، در میدان بودن و در میان مردم بودن، یعنی که علاوه بر این که مسائل منطقه‌ای، مسائل مردم بخش های مختلف، اقشار مختلف و مناطق مختلف در گزارش های کارشناسی میاد جمع میشه، روی میز مسئولین قرار میگیره تا تصمیم گیری بشه، در صحنه هم با برداشتن این فاصله های بین مردم و مسئولین عالی کشور بتونه اون مسئول عالی در خود صحنه از زبان خود اون فرد یا کارشناسی که کف میدان عمل داره خدمت رسانی میکنه اشراف دقیق تر و عملیاتی تری نسبت به موضوع پیدا بکنه. من یه توضیح پیرامون این عرض بکنم، چون سفر استانی اون نتیجه نهایی یعنی حضور رئیس جمهور در اون استان دیده میشه، ولی یه حجم بسیار زیادی کارهای کارشناسی و مقدماتی که پیش از سفر اتفاق میفته دیده نمیشه. در همین 15 سفر استانی که شما اشاره فرمودید بیش از 1200 ساعت جلسه فقط با استانداران و مقامات ملی ناظر فقط من عرض میکنم به همین 15 سفر استانی برگزار شده. چه فرایندی طی میشه؟ در سفرهای استانی از استانداران و مقامات محلی خواسته میشه که اولویت ها و نیازهای اون استان رو شناسایی بکنن، احصا بکنن، با اولویت قرار دادن طرحهای نیمه تمام، کارهای روی زمین مانده ای که اولویت داره برای مردم منطقه، و در چارچوب سند آمایش سرزمینی که سازمان برنامه بودجه برای هر منطقه در نظر گرفته که آقا این منطقه چه ویژگی هایی داره، چه شرایطی داره، چه اولویت های صنعتی، اقتصادی، کشاورزی داره و اونها رو باید در اولویت قرار بدیم. این طرح‌ها پیشنهاد میشه. در مجموع 15 سفر طبق آماری که معاملات محترم اجرایی در اختیار من قرار داده 3892 پروژه پیشنهاد شده از سوی استان‌ها. ولی چه اتفاقی میفته؟ این میاد در این جلسات کارشناسی در تهران مورد بحث و بررسی قرار میگیره. من همین آمار رو اعلام بکنم، از این 3892 پروژه‌ای که من عرض کردم پیشنهاد شده طی جلسات متعدد کارشناسی که مدیران محلی و مدیران ملی در تهران برگزار شده با محوریت معاملات محترم اجرایی 1797 طرح مصوب شده، یعنی چیزی قریب به نصف این پروژه های پیشنهادی. خیلی از این طرح ها به تایید نهایی نمی رسن. همه طرح هایی که تایید نهایی میشه در حوزه معاونت اجرایی پیش از سفر یک جلسه نهایی با معاون محترم اول رئیس جمهور و حضور همه مقامات مرتبط ملی و نماینده های استانی جمع بندی نهایی میشه، تصمیم گیری میشه، آماده میشه برای اون سفری که ما فقط اون روزشو دیگه در رسانه میبینیم و جلوی تصویریم. یعنی ما با سفر استانی علاوه بر برنامه‌ریزی های کارشناسی، فنی، اظهار نظرها و چکشکاری هایی که قبلا هم وجود داشت و انجام میشد، علاوه بر اون حضور در صحنه رو هم داریم، برداشتن فاصله میان مسئولین و مردم رو هم داریم، شنیده شدن درد و حرف مردم رو هم داریم. البته خب برخی از موارد هم در صحنه اتفاقاتی میفته، دستورهایی صادر میشه یا گزارش هایی خواسته میشه از مقامات متولی موضوع. یعنی حدوداً 80 ساعت برای هر سفر زمان گذاشته میشه تا به هر حال پروژه های نیمه تمام و غیره، یعنی اولویت ها به خوبی مشخص بشه تا این تاثیراتش رو بشه دید. این زمان سفر فقط برای جلساتی بود که مدیران ملی عرض کردن برای سفر برگزار شده، یعنی خیلی بیش از این زمان گذاشته میشه. فقط جلساتی بعد که از اینکه سفرها برگزار میشه تاثیراتش رو پیگیری کردید، بررسی کردید؟ یعنی دستوراتی که صادر میشه روی زمین میمونه یا نه حتما اجرا میشه؟ ببینید در مجموع این 15 سفر استانی رئیس جمهور 170 دستور در خصوص بررسی موضوعات و رفع مشکلات موردی صادر کردن، به اضافه اون پروژه هایی که من عرض کردم که مصوب شد. مسئول پیگیری همه مسائل معاونت محترم اجرایی رئیس جمهور است که دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر استانی رو بر عهده دارن. یه سامانه جامعی رو هم برای همین منظور دارم. من جدول طرح‌های مصوب و میزان پیشرفت و میزان مبالغ تخصیصی اینها رو هم دارم که حالا چون فایلش رو ندادم قابل عرض بکنم، نمایش در صفحه شاید نباشه. همه این مسائل مشخص میشه که مثلا برای این طرح چقدر باید از بودجه عمومی دولت هزینه بشه، چقدر تسهیلات باید در اختیار قرار بگیره، چقدر سرمایه گذاری های مثلا بخش خصوصی است. عددها روشنه و زمان بندی ها
برای همین طرح ها بپرسم، یعنی مثلا سفر اولی که انجام شده بعد از مدت زمان، حالا 2 ماه 3 ماه هر چقدر، این نتیجهش رو دیدید مثلا 0 تا 100% میشه اعلام کردش که چه اتفاقی افتاده یا خیر؟ بله، اگر آمار ارقامی هستش ما میتونیم حتما روی خبرگزاری صدا و سیما این رو منتشر بکنیم، بعدن میشه فایلش رو ازتون بگیریم. مثلا سفر اولی که سفر خوزستان بود، مثلا یکی از مسائل سنتی و دیرینه ای که حتما شما جامعه خبرم باش خوب آشنایی دارید، مشکل فاضلاب به ویژه شهر اهواز و سایر شهرها بود. خب یه برنامه کوتاه مدت، یه برنامه میان مدت و یه برنامه بلند مدت طراحی شد، تخصیص‌های لازم برای کوتاه مدت صادر شد، اقدامات لازم صورت گرفت، برنامه کوتاه مدت اجرایی و تمام شده است. اگر دقت کنید در این بارش‌هایی که بارندگی‌های اخیر دیگه ما مشکلات مزمن سال‌های گذشته نداشتیم، نه اینکه به کلی حل شده باشه، یعنی برنامه کوتاه مدت اجرا شد و دیگه اون مشکل فاضلاب برطرف شد. مشابه همین مسئله در سایر سفرهای استانی، یعنی طرح‌ها اون مطابق زمانبندی پیش میره، حتی تخصیص هایی که مربوط به حوزه سال 1400 بوده الحمدلله تقریبا 100% نسبت به حوزه سفرهای استانی تخصیص داده شده از سوی سازمان برنامه بودجه و منابع اون بخش ناظر به سال 1400 در اختیار استانداری های این 15 استان هم قرار گرفت. انشالله پس بشه این گزارش ها رو به طور کامل تر گرفت. آقای دکتر، ما تجربه آزادسازی، من ببخشید تا نگذشتیم از سفرهای استانی، انشالله معاون محترم اجرایی همین استان‌ها رو به ترتیب سفر خواهند کرد، احتمالاً ظرف 1-2 هفته آتی از همون خوزستان شروع می‌کنند. دعوت می‌کنیم از رسانه ملی که همراهی بکنن معاون محترم اجرایی رو در صحنه، نتیجه و گزارش میزان پیشرفت مصوبات رو انشالله گزارش کنن. انشالله، چون واقعاً بحث عدد و رقم هست و نمیشه جابجاش کرد و این رو حتماً پیگیری می‌کنیم. ممنون از